ارائه برنامه‌تون در قصه حضرت یوسف صلی الله علیه و آله و مثالایی که می‌زدید، یه شب را یکی دو مقطع اشاراتی داشتید. منم یه وقتایی تو برنامه‌هاتون نسبت به صبر یه مطالب خدمت از داری گفتم. امروز به نظرم رسید که صبر جناب آقای حسینی تعدیل است، ترمز نیست، به این معنا که وقتی انسان در مقابل کاری قرار میگیرد که اون نهیش از قبل اومده یا اینجا توقف میکنه، یعنی جوری تو ذهنش میکنه که این کارها انجام بدم یا نه. این صبر به این معناست که خداوند صفت را که همیشه ان الله مع الصابرین، با صابرین از صفت صبر همیشه باید که بتوند انسان خداییش رو از غیر خداییش تشخیص بدهد، نه اینکه کار را انجام ندهد. تا انسان کاری نکنند نمیتونن مزدی بگیرد، عملی را انجام بدهد از خداوند عطا میگیرد، پاداش میگیرد. همینطور کارگر، مثالی کارگر، یه کارگر وقتی داره کار میکند از صبح تا شب باید کارش رو به نحو بهینه انجام بدهد و هر لحظه که از کارش میگذره یه کاری بکنه، کار جلوه قشنگتری داشته باشد، بعد از اون مطالبهش از صاحبکارش بیشتر باشد. همینطور فاعل صبر در مقابل حضرت رب العالمین، صبر تعدیلشه، توقف نیست، عمل بکنم، اما اینقدر به مسائل دینیش و به چیزهای امر و نهی قرآنی و احادیث آشنایی داشته باشد که تا یه اشتباهی میخواد بشه اینو بتونه بفهمه که غیر خداییش اینو انجام ندهد. اگر خداوند میفرماید که حضرت رب العالمین سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، این جزای صبری است که به شما میدهیم، نه اینکه متوقف شدید و کار نکردید. سلام بر شما که برای غیر رضای خدا کار نکردید، هر کاری کردید به خاطر رضایت من بود و توقف هم اگر کردید قیام یه لحظه که متوقف شدید به خاطر اینکه خداییش از غیر خداییش بتونی تمیز بدید. آیا درسته؟ نه. سعدی خوشبیان شیراز هم میفرماید که هر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت، دانه نکشت، ابله و دخل انتظار کرد. آیا برداشتم درست بود از تو استادی هایی که باید یه تلفن یک پیام دیگه بیاد اصلاح کنه؟ چون اجازه بفرمایید که من پیام پاسختون رو از طریق گیرنده داشته باشید، طولانی خواهد شد. خواهش میکنم، خداحافظ شما. نکنید صبر اصلا در تعریفش وقتی که حتی علمای لغت میکنن، در جوهری در کتاب خودش از صحاح و یا ابن منظور در لسان العرب میاره، میگه که حبس النفس عن الجزع، باز داشتن نفس از جزع فزع است. حالا این در اصل لغت هست، اصلا کلمه صبر درش باز داشتن هست، باز میداری نفست، کنترل کردن هست، به اصطلاح جالب کنترل کردن نفس. کنترل کردن نفس در چیه؟ در این که تو دستورات خدا رو انجام بدی. کنترل کردن نفس در برابر مصیبتی که به تو میرسه. کنترل کردن نفس در برابر گناهان. این سه تا معنایی که یا در چیز میاد که در سه مسئله هست.